درود بر هموطنان شجاع و آزادی خواهم با یک برنامه خبری تحلیلی دیگر میزبان خانه های شما عزیزان هستیم. جمهوری اسلامی به درخواست اردوغان تن داد. خامنه ای زلت را به سقوط ترجیح داد. و ویدیویی از روز اول مدرسه که هوش از سر نظام برد. این نسل شما را نمیخواهند. به مردم شریف ایران نوید افتاری oh, جمهوری اسلامی به درخواست اردوغان تن داد خامنه ای را به سقوط ترجیح داد. رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار از آن کرده که موافقت ایران را برای باز کردن کریدور زنگزور گرفته است و همه چی تمام شد. رجب طیب اردوغان سه شنبه چهار مهر در مسیر بازگشت از سفر یک روزه خود به نخجوان جوان و دیدار با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به پرسش های خبرنگاران در هواپیما پاسخ داده و به تحولات قرباغ پرداخته است. اردوغان با اشاره به اینکه امیدوار است در جریان همکاری ها به زودی گذرگاه های زنگ زور و لاچین بازگشایی شوند گفت آرزوی ما این است که این مسیرها را به عنوان دالان های صلح باز کنیم تلاش لازم برای افتتاح این کریدور را انجام خواهیم داد چرا که این موضوع به نفع همه کشورها و امنیت منطقه خواهد بود اردوغان از تلاش کشورش و همچنین آذربایجان برای باز کردن این دو گذرگاه خبر داده و با مهم و استراتژیک خواندن گذرگاه زنگزور تاکید کرد اگر ارمنستان در این باره موافقت نکند ایران از ایده عبور ای این گذرگاه از قلمرو خود استقبال می کند. گفته های اردوغان در حالی مطرح شده که او خورداد ماه امسال گفته بود مشکلات کریدور زنگزور مربوط به ارمنستان نیست بلکه مربوط به ایران است. رئیس جمهوری ترکیه اما در اظهارات تازه خود عنوان کرد از طرف ایران پیامهای مثبتی دریافت کرده است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم در سخنانی مشابه رجب طیب اردوغان گفته جمهوری آذربایجان قصد دارد حتی اگر ارمنستان همکاری نکند با کمک ایران و با دور زدن خاک ارمنستان دو منطقه خود مختار نخجوان و منطقه زنگزور را به صورت زمینی وصل کند. این سخنان و احتمالات درباره بازگشایی این دو گذرگاه مهم در حالی مطرح شده که بنابر اعلام کاخ کرملین رئیس جمهوری ایران و روسیه نیز روز سهشنبه درباره وضعیت قرهباغ کوهستانی و عادیسازی روابط ایروان و باکو در یک تماس تلفنی تبادل نظر کردند چند ساعت بعد از اعلام توافق آتش بس رسانه های ارمنی خبر دادند که مقامات جمهوری خودخوانده قرهباغ کوهستانی پذیرفتهاند در نشستی در شهر یبلاخ گفتگوهایی را با جمهوری آزربایجان آغاز کنند نشست یبلاخ روز پنجشنبه سی شهریور و حضور دو نماینده مجلس محلی قره و رامین ممدوف نماینده مجلس جمهوری آذربایجان و نماینده ویژه الهام علیف در امور ارامنه قره برگزار شد بدین ترتیب جمهوری آرتساخ که تنها از سوی دولت ارمنستان به رسمیت شناخته میشد دیگر عملا موجودیتی ندارد دولت آذربایجان توانست قلمروی شناخته شدهاش در مناسبات جهانی را احیا کند اگرچه شیبه هایی که در پیش گرفته بود به خصوص محاصره قضایی شهروندان غیر نظامی با معیارهای انسانی و قوانین جنگ سازگاری نداشت ارمنیان قره را منابع گوناگون جمعیتی میان 60 تا 120 هزار نفر اعلام می کنند. بسیاری از کارشناسان ادغام مجدد چنین جمعیتی را در جمهوری آذربایجان ناممکن می‌دانند زیرا ارمنیان آن منطقه از زمان فروپاشی شوروی در 1991 تا کنون جدا از جمهوری آذربایجان زیستند و نسل‌های جوان ارمنی نه تنها هیچ خاطره مشترکی با جمهوری آذربایجان ندارند بلکه آن کشور را دشمن خود می‌دانند پیش از آن نیز قره کوهستانی استانی خودمختار در جمهوری آذربایجان بود کوچه تدریجی ارمنی به آن منطقه چند سال بعد از سومین سلسله جنگ های ایران و روس و امضای عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی آغاز شد در آن جنگ ها که از سال 1804 تا 1813 طول کشید ایران بخش مهمی از سرزمین های خود را در ماورای قفقاز یا قفقاز جنوبی از دست داد در چهارمین سلسله جنگ های ایران و روس که از 1826 تا 1828 طول کشید و به امضای عهدنامه ترکمنچای انجامید تمامی سرزمین های ایران در قفقاز جنوبی از جمله قره باق به تصرف امپراتوری روسیه درآمد پدید آمدن استانی خودمختار به نام قره باغ کوهستانی در خاک جمهوری آذربایجان به دوران اتحاد جماهیر شوروی برمیگردد ایجاد ناهمگونی قومی در جمهوری های شوروی سابق سیاستی بوده که رهبران شوروی به ویژه استالین دنبال میکردند. اما وچه اصلی آن سیاست همگونسازی قومی در مقیاسی بزرگتر و وسیعتر بود هدف استالین در نهایت روسی کردن همه جمهوری های شوروی بود اما احساس ملی و عصبیت قومی در میان مردمان گوناگون شوروی نیرومندتر از آن بود که با مهندسی سیاسی از میان برود شوروی ها این سیاست را در گرجستان نیز به کار بستند جنگ داخلی گرجستان و جدا شدن آبخازی و اوستی جنوبی از آن کشور نتیجه آن سیاست بود جمهوری آرت در دوی دسامبر 1991 اعلام موجودیت کرد جنگی که در پی آن میان ارمنی ها و جمهوری آذربایجان در گرفت تا 12 ماه می 1994 ادامه یافت در آن جنگ بیش از 35 هزار نفر کشته و نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند با میانجیگری سازمان ها و بسیاری از دولت های جهان به ویژه روسیه طرفین جنگ به منظور یافتن راه حلی سیاسی به درگیری های خونین پایان دادند. با این حال آن جمهوری خودگمارده را هیچ کشوری حتی ارمنستان به رسمیت نشناخت انحلال جمهوری خودخوانده آرتزاخ در هفته گذشته و ادغام قرهباغ کوهستانی در جمهوری آذربایجان را کم و بیش همه کشورها از جمله ایران و روسیه اند. جمهوری ارمنستان نیز حاکمیت جمهوری آذربایجان را بر آن منطقه به صورت دو فاکتور پذیرفته است میماند مسئله کریدور زنگزور که به نظر میرسد به سادگی حل نخواهد شد این کریدور بخشی از یک طرح بزرگ حمل و نقل است که باکو را به استانبول وصل می کند. کریدور زنگزور در عین حال یک پروژه ژئوپلیتیک است که اروپا را از راه ترکیه و آذربایجان به آسیای مرکزی و چین وصل می کند. با ایجاد این کریدور جمهوری آذربایجان بدون بازرسی راهداران ارمنی به نخجوان و از آنجا به ترکیه و اروپا وصل خواهد شد. گفته می شود ناتو و فدراسیون روسیه نسبت به ایجاد این کریدور نظر مساعد ده. دارد. اما این کریدور از نزدیکی مرز ایران با ارمنستان میگذرد اگر این کریدور ایجاد شود جمهوری آذربایجان از, از طریق استان سیونی که ارمنستان یک راست و بینیاز از بازرسی راهداران ارمنی به جمهوری خودمختار مختار نخجوان و از آنجا به ترکیه وصل می شود در زمان اتحاد جماهیر شوروی جمهوری خودمختار مختار نخجوان از دو خط راه آهن که هر دو از خاک ارمنستان میگذشتند به جمهوری آذربایجان وصل میشد یکی از آنها از استان سیونیک ارمنستان در نزدیکی مرز ایران میگذشت اما این دو راه بعد از شعله شدن آتش نخستین جنگ قره در فوریه 1988 متروکه شدند در سال 2020 در دومین جنگ قرهباغ که 44 روز طول کشید، جمهوری آذربایجان بیشتر مناطقی را که در جنگ اول قرهباغ از دست داده بود، پس گرفت و اکنون به عمر جمهوری آرتزاخ نیز پایان داده است. جمهوری اسلامی با ایجاد کریدور زنگ زور سخت مخالف است، زیرا با ایجاد آن رابطه ی مرزی ایران با ارمنستان قطع خواهد شد. از طرف دیگر این کریدور ارمنستان را ناگزیر خواهد کرد روابط نزدیکی با جمهوری آذربایجان و ترکیه برقرار کند. کارشناسان ایرانی معتقدند نزدیکی ناگزیر ارمنستان به جمهوری آذربایجان و ترکیه به زیان ایران تمام خواهد شد و منافع ملی و منطقی آن را به خطر خواهد انداخت. به گفته بسیاری از آنان برقراری ارتباط زمینی ترکیه با آذربایجان و راهیابی آن کشور به آسیای مرکزی از طریق آذربایجان وحدت ملی و تمامیت ارزی ایران را تهدید می کند. در مطبوعات ایران صحبت از این می کنند که با ایجاد این کریدور ایران از تنها همسایه مسیحیش جدا خواهد شد و راه ارتباط آن به بازارهای غربی قطع خواهد شد ایران به رهبران ارمنستان نیز هشدار داده که اگر زیر بار این پروژه بروند در عمل از حمایت نظامی بالقوه همسایه وفادار خود محروم خواهند شد اما اکنون اوضاع به کل تغییر کرده به نظر می رهبران جمهوری ارمنستان دیگر به دنبال درگیری با جمهوری آذربایجان نیستند توانی ایران در سالیان گذشته در رابطه با اثرگذاری بر معادلات سیاسی قفقاز جنوبی این نگرانی را ایجاد کرده که فضا به سمت درگیری نظامی پیش برود البته احتمال چنین سناریویی ضعیف است اما با توجه به تیرگی روابط دولت‌های ایران و آذربایجان و گسترش سطح تنش بین دولت های ایران و اسرائیل امری نیست که کاملا منتفی باشد این اتفاق و تداوم تیرگی روابط با آذربایجان و تغییر در روابط خوب ایران و ترکیه از دوران رضا تا کنون تهدید بزرگتری برای منافع ملی و امنیت ملی ایران است در واقع تهدید ناشی از احداث کریدور زنگزور از وقوع جنگ بین ایران و آذربایجان که با سکوت روسیه و حمایت ترکیه و اسرائیل از آذربایجان از همراه می شود کمتر است روزهای آینده و ماههای آینده از این لحاظ مهم است که ببینیم بهانه‌جویی‌های آنکارا و باکو در این زمینه تمام خواهد شد یا باز به نحو دیگری ادامه پیدا خواهد کرد به هر حال با الحاق مجدد قره به آذربایجان بعد از حدود سی و چند سال انتظار این است که صلح کامل میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان محقق شود و به نوعی همکاری سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور شکل بگیرد ولی بازنده اصلی مثل همیشه ایران است ویدیویی ای از روز اول مدرسه که هوش از سر نظام برد این نسل شما را نمیخواهد با وجود تمام تلاش‌ها و امنیتی کردن فضای مدارس، ویدیویی از روز اول مدرسه در یکی از مدارس دخترانه منتشر شده که در آن دختر بچه های شاد و هنجار شکن در حال رقص و خواندن آواز شاد در روز نخست مدرسه هستند. <applause>

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران زنگ سال تحصیلی جدید را در حالی در شهر بهارستان استان تهران به صدا درآورده که شماری از تشکلها و کانونهای معلمان ایران از کمبودهای آموزشی فضای امنیتی در مدارس مسمومیت دانش آموزان در سال گذشته و پرونده و اخراج گسترده معلمان انتقاد کردند. همزمان گفته می شود که در ماههای اخیر دست کم 110 دانش آموز و 43 معلم در شهرهای مختلف ایران به حبس و شلاق محکوم شده و مطابق گزارش ها یک چهارم کلاس اولی ها به دلیل شرایط اقتصادی خانواده هایشان از تحصیل باز مانده اند. برخی کارشناسان آموزشی بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران ناکارآمدی خود را در مدیریت نظام آموزشی به تحریم ها و تهدیدهای دشمن نسبت می دهد در حالی که بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش ناشی از سیاست گذاری های اشتباه حکومت است. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان اولین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران رسیدیم بی صبرانه منتظر شنیدن دیدگاه و نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم فراموش نکنید ما به جز حمایت شما عزیزان یارو یاوری نداریم پس با لایک کردن این ویدیو و همینطور با سابسکرایب کردن کانال یاری رسان تیم خبری آوای ایران باشید مانو برقرار باشید پاینده ایران